حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رئیس قوه قضائیه این کشور خواسته است که به پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود آقای روحانی روز چهارشنبه شانزدهم دی در نامه ای به صادق لاریجانی نوشت باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار برای همیشه جلوی این گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفته که اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مسئولیت هستند و حمله به این اماکن در کشور خلاف شهر و قانون حمله به آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران و همانند حمله به خانه مردم است رئیس جمهور ایران تصریح کرده چون این رفتارهایی هرچند در پی خطای یک کشور منطبق بر میهمان نوازی و فرهنگ اسلامی و ملی ایرانیان نیست و حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسلامی ایرانی و قانون دور هستند سخنان آقای روحانی در حالی است که حمله به ساختمانهای سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد در جلسه وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بررسی می شود. بنابر این گزارش جلسه فوقالعاده شورای همکاری خلیج فارس در روز جمعه 19 دی در ریاض پایتخت عربستان تشکیل خواهد شد این جلسه در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو و به ریاست عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان برگزار خواهد شد احمد بن هلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفته است نمایندگی دائم عربستان سعودی در مقر اتحادیه با ارسال یادداشت رسمی خواستار تشکیل این جلسه به منظور بررسی و محکومیت نقض حریم دیپلماتیک سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد و مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عرب شده است همزمان و با بالا گرفتن تنشا میان ایران و عربستان سعودی وزیر خارجه ایالات متحده مکررا با مقامهای دو کشور تماس گرفته و آنها را به گفتگو و کاهش تنش ها تشویق کرده است وزارت خارجه ایالات متحده روز 15 دی گفته است جان کلی وزیر خارجه آن کشور طی یک روز گذشته چندین بار با ولیعت وزیر خارجه عربستان و نیز وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است قرار است آقای کری با دیگر مقام های منطقه نیز گفتگوهایی داشته باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است یکی از مسائل اصلی که جان کری در نظر دارد انجام دهد کاهش تنشها بازگرداندن شکلی از آرامش تشویق به گفتگو و تعامل بین دو کشور است اما در این حال تاکید بر این موضوع که برخی مسائل مهم منطقه باقی ماندند به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در سطر این مسائل زنده نگه داشتن مذاکرات وین برای پایان دادن به بحران سوریه است هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در مذاکرات صلح سوریه نقش دارند و هر دو کشور هم دو موضع کاملا متفاوت در حالی که تهران از حکومت اسد حمایت می کند عربستان از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری سوریه است تنشا میان ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد بالا گرفته است عربستان و گروهی از همپیمانانش روابط خود را با ایران قطع کردند البته مقام های سعودی گفتند قطع روابط و تنش ها بر مذاکرات در مورد سوریه و یمن تأثیری نخواهد گذاشت با این همه تنش های تازه که باستاب گسترده ای در مجامع و رسانه های جهانی داشته بدبینی ها در مورد وضعیت سوریه و اوضاع منطقه خاورمیانه را افزایش داده است در همین حال شبکه تلویزیونی العربیه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمامی پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. بحرین یک روز پیش از آن نیز از تصمیم خود مبنی بر قطع مناسبات سیاسی با ایران خبر داده و به هیئت دیپلماتیک ایران در منامه 48 ساعت فرصت داده بود تا خاک آن کشور را ترک کنند روابط ایران و عربستان پیشتر نیز دستخوش تنشهایی شده که به قطع آن برای سالها انجامیده است حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران با محکومیت شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است گروهی از مقامهای سیاسی و نظامی ایران طی روزهای گذشته از این حملات انتقاد کردند در این حال هشدارها و تهدیدهایی را نیز در پی اعدام روحانی سرشناس شیعه در عربستان متوجه ریاض کردند همزمان و پس از آن که کویت سفیر خود را در تهران در پی حملات به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی فراخواند علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت اعلام کرده چیزی به نام قطع روابط و یا کاهش سطح روابط بین ایران و کویت مطرح نیست و اخبار متفرقه نقل شده در این خصوص دقیق نیست سفیر ایران در کویت پس از دیداری که با مقام های عالی رتبه وزارت خارجه آن کشور داشته گفته است دولت کویت یادداشتی اعتراضآمیز در ارتباط با رخدادهای تهران و مشهد ارائه کرده است بنابر آنچه آقای عنایتی در صفحه فیسبوک خود نوشته سفیر ایران در کویت به قائم مقام وزیر خارجه کویت گفته است ما هم چون این وضعی را قبول نداریم و متاسفیم خبرگزاری کویت روز سهشنبه 15 دی خبر داده بود که سفیر این کشور از ایران فرا خانده شده است شورای امنیت سازمان ملل با شدیدترین لحن حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم کرده است حمله اخیر با انتقاد گروهی از مقامهای سیاسی ایران مانند رئیس جمهوری و و برخی مقام های نظامی مانند فرمانده سپاه پاسداران در تهران روبرو شده است رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی سریح به این وقایع نشان نداده است و تنها گفته است انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین واکنش علنی به قطع رابطه ی عربستان سعودی با ایران حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را غیرقابل قبول خوانده و خواستار کاهش تنش میان دو کشور شد وزیر امور خارجه ایران امروز 16 دی ماه در یک کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در تهران گفت ایران در طول دو سال و نیم گذشته برای ایجاد تفاهم و برادری تلاش کرد اما متاسفانه عربستان بر این مسیر حرکت کرده و سیاست ایجاد تنش را دنبال می کند. وی تصریح کرده دولت جمهوری اسلامی خودش را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی موظف می داند از مهمانی که به عنوان دیپلمات کشورهای خارجی در ایران حضور دارند حفاظت و حراست کند. آقای ظریف تاکید کرد بعد از واقعه تاسف باری که شنبه شب اتفاق افتاد که حتما جمهوری اسلامی ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی و یا قانون شکنی کردند برخورد جدی خواهد کرد تمام اقدامات لازم برای حمایت از مقرهای دیپلماتیک و از جمله کارمندان سفارت سعودی در ایران و کنسولگری سعودی در مشهد نیز انجام شد وزیر امور خارجه ایران گفت اما باعث تاسف است که دولت سعودی با همان سیاست ایجاد تنش کار را ادامه داد ما به همه توصیه می کنیم که تنش و آتش افروزی عاقبت خوبی برای کسی نخواهد داشت سیاست ما سیاست همکاری و همراهی با همه همسایگان است و برای جهان عرب به عنوان جزء مهمی از جهان اسلام احترام ویژه قائل هستیم و مایلیم ارتباطات مثبت و سازنده ای را که با جهان عرب داشتیم ادامه دهیم. همزمان حسین اشتری فرمانده انتظامی هشدار داده ابعاد ماجرای حمله به سفارت باید بررسی شود اما نباید حواسمان پرت شده و جنایت اصلی را فراموش کنیم وی روز چهارشنبه شانزده دی گفت ناجا این موضوع را در دو سطح داخلی و خارجی به جد پیگیری می کند اما من فکر می کنم این جریان مشکوک است. تجمع طبیعی است اما تعرض یک موضوع مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقلابی و دوستار نظام کشور به خودش اجازه نمی دهد تعرضی به این شکل داشته باشد. فرمانده ناجا در خصوص دستگیر شدگان حادثه ی حمله به سفارت عربستان نیز گفت ناجا حدود پنجاه نفر را در آن شب دستگیر و به دادستانی تهران تحویل داده است بعضی از افراد هم با نظر دادستان احضار می شوند و اطلاعاتی از آنها اخص و تحویل دادستانی می شود و انشاءالله نتیجه این بررسی ها از سوی مراجع قضایی اعلام خواهد شد فرمانده ی نیروی انتظامی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در, باره این که در شبکه های اجتماعی تصاویری از های سلفی معترضان با مأموران پلیس در مقابل سفارت منتشر شده است گفت به نظر نمیرسد که این موضوع چندان دارای اهمیت باشد انتشار تصاویری از افراد بسیج در حال پرس کردن کوکتل مولوتوف به سفارت عربستان در حالی که ماموران انتظامی با لبخند آنها را تماشا می کنند ادعای مقامات رژیم به خودجوش بودن تظاهرات و تلاش ماموران برای عقب زدن آنها را زیر سوال برده و گمانه ها را در سازماندهی حمله به سفارت عربستان را تقویت می کند. روز گذشته نخستین واکنش های دولت ترکیه رو در مورد تیره شدن روابط دو کشور ایران و عربستان شاهد بودیم به نظر میرسه ترکیه یک مقدار با تمنینه بیشتر و لحن بی دو کشور رو به خیشتنداری دعوت میکنه نخستان که وزارت خارجه ترکیه روز سه شنبه در این رابطه بیانیه ای صادر کرده در این بیانیه زمنان که انتقاد شده از حمله به سفارت عربستان در تهران وزارت خارجه ترکیه هر دو کشور رو به خیشتنداری دعوت کرده و از دو کشور خواسته که زبان تهدید رو در شرایط کنونی منطقه کنار بگذارن و هر چه سریعتر اختلافات رو در روندی دیپلماتیک سعی بکنن که حل بکنن آقای احمد داودوغلو نخست وزیر ترکیه هم روز گذشته به این موضوع پرداخته و از اعلام آمادگی کشورش برای میانجیگری میان عربستان و ایران سخن گفته آقای داودوغلو اشاره کرده به این نکته که هم ایران و هم عربستان دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام هستند و از دو کشور درخواست کرده هر چه سریعتر به این تنش پایان بدن چرا که به گفته او ادامه این تنش بحران در منطقه رو افزایش خواهد داد او گفته که ترکیه در این راستا هرچه در توان داره رو به کار خواهد گرفت تا اختلافات دو کشور برطرف بشه همینطور نومان کورتولموش سخنگوی دولت ترکیه هم در این رابطه واکنش نشان داده و بیانیه‌ای صادر کرده در بیانیه خودش آقای کورفرول موش میگه که منطقه هنوز بوی باروت میده این منطقه نمیتونه تنش های بیشتری رو تحمل بکنه به هر دو کشور به عنوان یک کشور دوست میگیم که باید با خیشتنداری رفتار بکنن هر حرکت متقابل خسمانه از سوی عربستان سعودی و ایران هم برای دو کشور و هم برای منطقه زیان آور خواهد بود بر روی به نظر میرسه ترکیه به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه برخلاف برخ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با درایت بیشتری به حوادث پیش آمده نگاه میکنه خود ترکیه البته در این اواخر در واقع سیاست های نزدیکتری با عربستان داشته تا ایران افزون بران که در حوزه مسائل منطقه‌ای زاویه دیدگاه شدیدی با ایران داره ترکیه به ویژه در مورد رویدادهای سوریه و عراق اما با این همه لحن مقامات ترکیه در برخورد با رویداد اخیر نشان میده که این کشور دست کم در این مورد و در این مقطع تلاش داره سیاست بیطرفانه و میانجیگری در قبال ایران و عربستان داشته باشه فعلا واکنش در ترکیه به این موضوع در سطح دولت و اعضای کابینه دولت بوده هنوز البته از خود آقای ارغوان، به عنوان رئیس جمهور ترکیه واکنشی رو ندیدیم کما اینکه پیشتر او انتقاداتی رو از بابت سیاست های اعمال شده ایران در منطقه عنوان کرده بود ولی فعلا به نظر میرسه ترکیه در برابر این حوادث بیشتر میل داره نقش میانجی رو بازی بکنه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده صلاحیت قایبان در آزمون علمی خبرگان محرز نمی شود. سخنان آقای ابراهیمیان در حالی ابراز شده است که حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و گروهی دیگر از روحانیون برجسته از شرکت در آزمون نامزدهای خبرگان خودداری کردند. آقای ابراهیمیان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شامگاه سه شنبه 15 دی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت بر اساس قانون از این به بعد وارد مرحله مربوط به رسیدگی دعاوی انتخاباتی شدیم و نقش نظارتی شورای نگهبان اقتضا می کند به اعتراض کسانی که به رد صلاحیت ها اعتراض دارند رسیدگی کند و این کار در حیعت های نظارت استان می شود سخنگوی شورای نگهبان گفت از 537 داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان بیش از 100 نفر در آزمون علمی شرکت نکردند آقای ابراهیمیان تصریح کرده برای شرکت در آزمون علمی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان هم از طریق رسانه ملی و هم سایت شورای نگهبان اطلاعیه رسمی دادیم و از هیچ کدام از داوطلبان دعوت مستقیم و فردی و کتبی نداشتیم. با این حال وی اعلام کرد که صرف شرکت نکردن در آزمون انصراف تلقی نمی شود زیرا انصراف باید در قالب تقاضای کتبی و در مواعد قانونی اعلام شود در همین حال خبرگزاری رسمی ایران به نقل از یک عضو خانواده خمینی خبر داد که حسن خمینی از نامزدی مجلس خبرگان رهبری انصراف نداده و از وی نیز برای شرکت در آزمون علمی دعوت نشده است قبلا شماری از سایت های خبری از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده بودند که شورای نگهبان با فرستادن پیامک از حسن خمینی برای شرکت در آزمون انتخابات خبرگان دعوت کرده است اما علی خمینی روز سه شنبه 15 دی در گفتگو با خبرگزاری های ایسنا و ایرنا این خبر را تکذیب کرد و گفت از سوی شورای نگهبان هیچ دعوت نامه یا پیامکی برای حسن خمینی فرستاده نشده است آزمون علمی انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری روز سه در قوم برگزار شد و از ورود خبرنگاران و عکاسان به محل آزمون جلوگیری شد. افرادی چون سید حسن خمینی، محمود امجد، مجید انصاری، موسوی بجنوردی، محقق داماد از جمله نامزدهای سرشناسی بودند که در آزمون اجتهاد مجلس خبرگان رهبری شرکت نکردند. آزمون داوطلبان مجلس خبرگان در حالی برگزار شد که هنگام اذان ظهر به اصرار برخی شرکت کنندگان برای اقامه نماز اول وقت متوقف شده است. به گفته یکی از شرکت کنندگان در این آزمون داوطلبان هنگام تجدید وضو و قبل و بعد از اقامه نماز و بین و سلاتین به مشورت درباره سوالهای امتحان پرداختند و در نهایت اوراق امتحانی که با مشورت جمعی پر شده بود به ممتحنان تحویل شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره کار بررسی صلاحیت ها گفت برای احراز التزام افراد به ولایت فقیه تنها نمیتوان به استعلام از مراجع چهارگانه اکتفا کرد بلکه باید از مطلعین و همچنین تحقیقات محلی کمک بگیریم وی تصریح کرد اگر اسناد مسلم و اثبات کننده ای مبنی بر این باشد که افرادی خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی ایران نباشند در احراز صلاحیت ها دوچار مشکل می شوند با این حال این به معنای حذف این افراد نیست بلکه آنها می توانند با فعالیت های بیشتر سیاسی و اجتماعی خود را به معتمدان و مردم بشوند. on our son and همزمان علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور خبر داد حدود 810 نفر از داوطلبان انتخابات دهمین ده دوره مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت و 10967 نفر را تایید کرده است وی تصریح کرد اسامی قطعی نامزدها نیز 27 بهمن ماه به وزارت کشور اعلام می شود و انتشار اسامی آنان توسط فرمانداران 28 بهمن ماه خواهد بود آقای پورعلی مطلق همچنین اعلام کرد زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات دهمین ده دوره مجلس شورای اسلامی نیز از 29 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه خواهد بود همزمان حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرده که بیش از 400 نفر از کاندیدای اصلاح طلب حامی دولت در تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی داشتند که اسامی سی کاندیدا در قالب لیست اعلام می شود. انتخابات دهمین ده دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه برگزار می شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران با آزمایش موشک اماد قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و به این خاطر تبادل نظر وزارت امور خارجه آمریکا با دیگر آژانس های دولتی ایالات متحده برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران با قوت ادامه دارد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه 15 دی دیماه گفت کاملا آمادگی داریم تا در ارتباط با این آزمایش اخیر موشکی تحریم هایی را وضع کنیم و در این ارتباط هنوز سرگرم حل و فصل برخی مسائل فنی هستیم. حسین جابر سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دهم ده در واکنش به احتمال تشدید تحریم های ایران به خاطر این آزمایش موشکی گفت تهران هر گونه اقدام مداخله جویانه آمریکا را با تقویت توان دفاعی خود پاسخ خواهد داد در همان روز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز خواستار تولید انواع موشک در ایران با سرعت و جدیت بیشتر شده است سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت خارجه آمریکا به خاطر اعتراض ایران از اعمال تحریم های جدید مرتبط با این آزمایش موشکی خودداری کرده گفت ما نه از ایران و نه از هیچ کشور دیگری در مورد تحریم ها توصیه یا رهنمون دریافت نمی وی تصریح کرد بحث ها بین آژانس ها در مورد پیش بردن مسئله اعمال تحریم ها با قوت جریان دارد پیش از این روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها نبرده نوشته بود تحریم های تازه آمریکا نزدیک به ده شرکت و فرد را در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هدف قرار می دهد. خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد در فهرست تحریم دستکم دست کم پنج مقام رسمی ایران در وزارت دفاع و سازمان های تابعه قرار دارند. سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی ابراز شده که سپاه پاسداران اعلام کرده است دومین شهر موشکی نیروی هوافضای خود را رونمایی کرده است این پایگاه های موشکی در عمق 500 متری زمین ساخته شدهاند. دومین شهر موشکی سپاه پاسداران روز سهشنبه 15 دیما با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس رونمایی شد این شهر موشکی تونلی است مشابه تونلی که سپاه در مهرماه گذشته خبر آن را منتشر و اعلام کرد که برای اولین بار اجازه تصویربرداری از آن داده می شود. به گزارش تسنیم در فیلم منتشر شده از بازدید علی لاریجانی از این پایگاه زیرزمینی موشک های مختلفی از جمله موشک بالستیک اماد با برد 1700 کیلومتر به عنوان جدیدترین موشک بالستیک ایران دیده می شود. رونمایی از پروژه موشکی جدید سپاه پاسداران در زمانی صورت میگیرد که تنش در روابط ایران با کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی پس از حمله به سفارت ریاض در تهران به اوج خود رسیده است. امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه در زمان اعلام خبر رونمایی اولین شهر موشکی در مهرماه گفته بود که پایگاه های موشک های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوه‌های بلند و در همه استان و شهرهای کشور آماده مقابله با تهدیدهای دشمن است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه پانزدهم دی در سخنرانی خود برنامه های جدیدی را برای افزایش کنترل سلاح در آمریکا معرفی کرد و به دلیل مانع تراشی در اصلاح قوانین مربوط به حمل سلاح از کنگره انتقاد کرد در سخنرانی آقای اوباما جمعی از بازماندگان و بستگان قربانیان تیراندازیها نیز حضور داشتند رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که توجیه بیعملی در زمینه کنترل مالکیت سلاح دیگر قابل پذیرش نیست آقای اوباما افزود همانطور که یک بچه قادر به باز کردن یک شیشه قرص آسپرین باید ما شرایطی را به وجود آوریم که اون نتواند ماشی یک توفنگ را به راحتی ماشه یک تفنگ را بچکاند و این سپس با یادآوری کودکان قربانی در خشونت های مسلحانه اشک خود را پاک کرد و گفت همه بایستی از کنگره بخواهند که شجاعانه عمل کند و در برابر فریب های لابی طرفدار سلاح مقاومت کند رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت سالانه سی هزار نفر از شهروندان این کشور به دلیل بکارگیری آزادانه اسلحه کشته میشوند. شوند همچنین یادآور شد ما تنها کشور پیشرفته ای هستیم که این حجم از خشونت ناشی از استفاده گسترده از سلاح در آن وجود دارد آقای اوباما صریحا از نقش لابی اسلحه در آمریکا انتقاد کرد و گفت امکان دارد که لابی اسلحه همکنون کنگره را گروگان گرفته باشد اما آنها نمی توانند آمریکا را گروگان بگیرند رئیس جمهور آمریکا قوانین جدید برای سخت کردن قوانین مالکیت و حمل سلاح در این کشور را با استفاده از اختیارات ویژه خود صادر کرد آقای اوباما تاکید کرد که اکثریت مردم و جامعه آمریکا قانونی کردن حمل سلاح و توجه به هویت خریداران و فروشندگان را تایید می کنند. به موجب قوانین جدید فروشندگان سلاح باید مجوزی رسمی برای کار خود داشته باشند. خریداران سلاح نیز باید دارای سوء پیشینه نباشند و نظارت هایی در خصوص مسئولیت خریداران سلاح اعمال شود. اما مخالفان اوباما به ویژه لابی انجمن ملی سلاح بسیار قوی هستند حزب جمهوری که اکثریت کرسی های کنگره را در دست دارد از قوانین جدید اوباما برای کنترل تسلیحات به شدت انتقاد می کند تد کروز نامزد رقابت های درونی حزب جمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که حکم ریاست جمهوری مقایر قانون اساسی است جبوش دیگر نامزد این حزب هم وعده داد در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود این حکم را ملقا خواهد کرد از سوی دیگر گروهها و سازمان های لابی اسلحه در آمریکا رئیس جمهور آمریکا را متهم کردند که از قدرت خود سوء استفاده می کند. دولت کره شمالی رسما اعلام کرد که با موفقیت یک بمب هیدروژنی را آزمایش کرده است رژیم کره شمالی پیشتر اعلام کرده بود که خبر مهمی در راه است حال اعلام رسمی آزمایش بمب هیدروژنی در تلویزیون دولتی کره شمالی در روز چهارشنبه 16 دی به همه گمانزنی ها درباره توانایی این کشور برای ساخت بمب هیدروژنی پایان داد شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در واکنش به آزمایش بمب هیدروژنی در کره شمالی گفت این اقدام تهدیدی جدی است که امنیت ژاپن را به خطر می اندازد. آبه تصریح کرد که ژاپن اقدامات کره شمالی را به هیچ وجه قبول ندارد. یک مقام رسمی ژاپن نیز اعلام کرد که تحریم های جدیدی علیه کره شمالی برقرار خواهد شد. وزیر دفاع کره جنوبی نیز اعلام کرد که از این پس ارتش کره شمالی بیش از گذشته رسد خواهد شد. به گفته خبرگزاری کره جنوبی، کابینه این کشور در صدد برگزاری یک نشست فوق‌العاده برای رسیدگی به آزمایش اخیر پیونگیانگ است. پیش از اعلام رسمی این آزمایش زمین لرزه خفیفی در منطقه پونگیری محل آزمایشات اتمی کره شمالی توسط کشورهای همسایه و آمریکا ثبت شده بود. آمریکا میزان شدت این زلزله را 5 و یک دهم ریشتر اعلام کرده بود. ثبت این زمین لرزه سریعا به گمان زنی ها پیرامون احتمال آزمایش یک بمب اتمی جدید در کره شمالی دامن زد. کره جنوبی و ژاپن نیز پیشتر احتمال آزمایش یک بمب اتمی را از سوی کره شمالی اعلام کرده بودند. اداره زلزله نگاری چین نیز این زمین لرزه را غیر طبیعی خوانده بود. بمب هیدروژنی به مراتب دارای قدرت انفجاری بیشتری نسبت به بمب اتمی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه دسامبر 2015 برای نخستین بار اعلام کرد که این کشور توانایی ساخت بمب هیدروژنی را دارد. رهبر کره شمالی مدعی است که بمب‌های اتمی و هیدروژنی زامن اقتدار این کشور است برخی کارشناسان نظامی در آن زمان سخنان کیم جونگ اون را اغراق‌آمیز و غیر جدی خواندند به گفته رهبر کره شمالی برنامه اتمی این کشور پاسخی به تهدیدات دشمنانه آمریکاست. کیم جونگ اون وعده داده که برنامه اتمی این کشور گسترش خواهد یافت تا امکان دفاع مؤثر از کره شمالی در مقابل دشمنانش میسر شود. کره شمالی تا کنون چند آزمایش اتمی داشته است منابع غربی آزمایش دستکم کم سه بمب اتمی را تایید کردند تمامی آزمایش ها در منطقه پونگیری در شمال این کشور صورت گرفته است شورای امنیت سازمان متحد تا کنون پس از آزمایش هر بمب اتمی توسط کره شمالی واکنش نشان داده و دست به برقراری تحریم های جدیدی علیه این کشور زده است